به نام خدا و سلام بر شما به مجموعه خبری ساعت 6 خوش آمدید. سرخط خبرها. ادامه واکنش ها به هزار روز محرومیت دختران از آموزش. بخش زنان سازمان ملل میگوید سلب حقوق، آزادی و صدای زنان افغانستان ادامه دارد. امارات اسلامی هر روز برای ما تعهد میکنه و هر روز ما منتظر حمر سنی از اینا هستیم، اما متاسفانه هیچ وقت نخواستن که مطابق به تعهدشان عمل کنن. نیم سال درس خواندیم، زحمت کشیدیم، بر خود روی پردازی کردیم برای هدفهای آینده خود. امیدواری سازمان ملل از حضور نماینده حکومت سرپرست در نشست سوم دوحه. این نشست پیرامون افغانستان و به میزبانی ملل متحد تا 15 روز دیگر برگزار می شود. در حال حاضر ما در حال ادامه دادن به انجام مقدمات هستیم. ما امیدواریم که این کار به نتیجه برسد و نزدیک به تاریخ انتظار داریم که بتوانیم ترتیبات را پس از نهایی شدن اعلام کنیم. وضاحت امارت اسلامی درباره برگزاری عید قربان در کشور میگوید بر اساس حکم شرعی دوشنبه در افغانستان اول عید قربان است. عربستان فردا را اول عید اعلام کرده. هغه مملکتونه چې سره لیرې وي او کیلومترونه فاصله یې ترمنځ وي د هغوی لپاره خپل رعایت شرط دی. نگرانی ها از تهدید افزایش هجوم ملخ ها در شمال کشور. کشاورزان میگویند کشتزارهایشان از بین رفته. ملل متحد از افزایش تهدید ملخ ها هشدار داد. و اندوه فلسطینی ها در آستانه عید قربان. میگویند امسال پس از 8 ماه نبرد ویرانگر و آوارگی قادر به تجلیل از این روز نیستند. امروز شنبه 26 ماه جوزا است. من شمس همانی. وقت شما بخیر. رئیس بخش زنان ملل متحد همزمان با گذشت بیش از 1000 روز از محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش میگوید سلب حقوق، آزادی و صدای زنان افغان ادامه دارد. سیما باهوس مبارزه برای حقوق بانوان را مسئولیت جمعی میخواند و میافزاید که در این مسیر نباید دختران افغان تنها گذاشته شوند. همزمان با این عفو بین الملل از امارت اسلامی خواسته تا دروازه مکتب ها را برای دختران بازگشایی کند. امارت اسلامی تا اکنون در این باره چیز نگفته. واکنش ها به 1000 روزگی ممنوعیت آموزش بانوان در افغانستان همچنان ادامه دارد. این بار رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که سلب حقوق، آزادی و صدای زنان افغان ادامه دارد. سیما باهوز مبارزه برای حقوق بانوان را مسئولیت جمعی میخواند و تاکید دارد که دختران افغان نباید در این مسیر رها شوند. نونیم سال مکتب خواندیم، نونیم سال از عمر یک انسان چیزی نیست که تو آسان حسابش کنی. نونیم سال درس خواندیم، زحمت کشیدیم، بر خود روی پردازی کردیم برای هدفهای آینده خود، ولی به کلش به یک بارگی و باد رفته. به ما 1000 روز است که ما در خانه است. همزمان با این سازمان عفو بین الملل نیز از حکومت سرپرست میخواهد تا دروازه های مکتب ها را برای دختران بازگشایی کند. به باور این سازمان دختران افغان به دلیل سیاست های تبعیض آمیز و ناعادلانه از حق آموزش محروم شدند. امارات اسلامی هر روز برای ما تعهد میکنه و هر روز ما منتظر حمر سنی از اینا هستیم، اما متاسفانه هیچ وقت نخواستن که مطابق به تعهدشان عمل کنند. با امید از اینکه درهای بسته شده مکاتب و دانشگاه برای زنای سرزمین باز کنند. هرچند امارت اسلامی به تازگی درباره بازگشایی و عدم بازگشایی مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم چیزی نگفته است، اما سخنگوی وزارت تحصیلات عالی همزمان با موجی از واکنش ها یک نوار صوتی را درباره آموزش بانوان به نشر سپرده است. اسلامی ممالک مکتبان ایجور کرد و زنان پکشید خاتون وی خاتون زکی در اسلامی ممالک تنها و تنها تنامه اسلام فاسدی حضرات و دکاتر تر اثر لاجدی نسی کولی که خپل په مملکت کی اسلامی حکومت قرآنی احکام جاری کی ولی دکاتر سخوب کی.
واکنش ها درباره ممنوعیت آموزش بانوان در کشور در حالی اثر گرفته شده است که شمار زیادی از فلان حقوق بشر، نهادها و اشخاص مطرح از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، گلدن براون نماینده ویژه سازمان ملل در بخش آموزش، رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در بخش حقوق بشر و زنان افغان به کمپین صدای دختران افغان پیوستند. سازمان ملل متحد بر اشتراک نماینده امارت اسلامی در نشست سوم دوحه ابراز امیدواری میکند. معاون سخنگوی این سازمان میگوید پس از نهایی شدن ترتیبات مقدماتی این نشست این موضوع روشن خواهد شد، اما امارت اسلامی تا هنوز درباره اشتراک و یا عدم اشتراکش در این نشست چیزی نگفته. با اینکه دو هفته به برگزاری نشست سوم دوحه مانده است، سازمان ملل متحد از بهر اشتراک نماینده حکومت سرپرست ابراز امیدواری در این نشست می کند. معاون سخنگوی این سازمان می گوید که در حال ادامه انجام مقدماتند و پس از نهایی شدن ترتیبات این نشست، حضور و یا عدم حضور نماینده امارت اسلامی در نشست سوم دوحه مشخص خواهد شد. در حال حاضر ما در حال ادامه دادن به انجام مقدمات هستیم. ما امیدواریم که این کار به نتیجه برسد و نزدیک به تاریخ انتظار داریم که بتوانیم ترتیبات را پس از نهایی شدن اعلام کنیم. اما در این مرحله ما هنوز در حال آماده سازی هستیم. هرچند امارت اسلامی درباره اشتراکش در این نشست چیز تازه نگفتند، اما پیش از این گفته بودند که آجنده نشست زیر بررسی قرار دارد و پس از اتمام آن حضور و یا عدم حضورشان را در این نشست اعلام خواهد کرد. نشست دوحه نشست خوب است، چون تمام کشورها میخواهند یک نظر واحد در مقابل افغانستان اینا پیدا بکنند یا یک خواست واحدی که از تمام جهان باشه. او خواست واحد میتونه یک راه حل برش پیدا شود. نشست سوم دوحه ممکنه ارزیابی و اهمیت خاص خود را داشته باشه، از اینکه امارت اسلامی و نمایندگان امارت اسلامی علاقمندی و شایقی را به خاطر اشتراک در این مجلس مطرح کردن، آنچه که شرطهایی را مطرح کردن، اما حضور امارت اسلامی و حکومت فعلی افغانستان خود نوع اهمیتی است که میتونه خواستها، نیازمندیها و مسائل اساسی را اوجا مطرح بکنه. این در حال است که نشست سوم دوحه با اشتراک نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان تا دو هفته دیگر به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه برگزار می شود. سازمان ملل متحد هدف از برگزاری نشست را افزایش تعامل جهان با حکومت سرپرست به گونه منسجم و ساختارمند گفته است. سفیر ایران در اسلام آباد گسترش روابط امارت اسلامی با کشورهای همسایه و منطقه را در تأمین صلح و ثبات در منطقه مهم می‌خواند. رضا مقدم امیری همچنان می‌افزاید که امریکا در تلاش دخالت در مسائل افغانستان و کشورهای منطقه است و تأکید می‌ورزد که اسلام آباد نباید به امریکا این فرصت را فراهم سازد. همزمان با این شمار از آگاهان مسائل سیاسی نیز گسترش روابط امارت اسلامی با کشورهای منطقه و جهان را به نفع امارت اسلامی می‌دانند. سفیر ایران در اسلام آباد در مصاحبه با مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی پاکستان بر ایجاد اعتماد و گسترش رابط امارت اسلامی با کشورهای همسایه و منطقه تاکید می‌ورزد. رضا مقدم امیری گسترش رابط سیاسی و اقتصادی امارت اسلامی با کشورهای منطقه را در ایجاد صلح و ثبات در منطقه مؤثر می‌خواند. طالبان باید از اشتباهات گذشته خود درس بگیرند و برای کنترل کشور تلاش کنند. ایجاد اعتماد به کشورهای همسایه مانند پاکستان، روسیه و چین و همکاری با کشورهای منطقه برای تقویت تبادلات فرهنگی، تجاری و سایر فعالیت‌ها که باعث ایجاد صلح و امنیت برای مردم این منطقه می شود، نیاز جدی است. سفیر ایران در اسلام آباد در بخشی از سخنانش از تلاش آمریکا برای دخالت در مسائل افغانستان و کشورهای منطقه نیز سخن می‌زند و تاکید می‌ورزد که اسلام آباد نباید به آمریکا این فرصت را فراهم سازد. ایالات متحده دارایی‌های افغانستان را مسدود کرده است و احتمالاً تلاش خواهد کرد که یک جای پا در منطقه داشته باشد. پاکستان از این موضوع آگاه است و می‌داند که ایالات متحده نمی‌تواند جای پایی در کشورشان پیدا کند، اما همکاری با کشورهای منطقه ضروری است. برخی از آگاهان مسائل سیاسی نیز گسترش رابط امارت اسلامی با کشورهای منطقه و جهان را به نفع امارت اسلامی می‌دانند. روابط ما با کشورهای منطقه در قدم نخست بسیار مهم است و به نفع افغانستان است و امارات اسلامی افغانستان باید روابط خود به شکل مثبت با کشورهای همسایه ادامه بده، حتی با کشورهای جهان، چون این به نفع افغانستان است. با وجود برخی اختلافات بر سر مسئله حقابه و درگیری‌های مرزی بین امارات اسلامی و ایران، امارات اسلامی همواره بر روابط حسنه با همه کشورها به ویژه کشورهای همسایه تاکید ورزیده است.
نماینده ویژه روسیه برای افغانستان میگوید تاجیکستان با حضور افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای مخالف است. خبرگزاری ریا نوسیتی روسیه به نقل از امیر کابلوف نگاشته که او از دوشنبه خواسته تا در موضع خود تجدید نظر کند. بر بنیاد گزارش این خبرگزاری آقای کابلوف همچنان افزوده که اکثریت شرکت کنندگان سازمان همکاری شانگهای از پیوستن افغانستان به عنوان عضو دائمی در سازمان همکاری شانگهای پشتیبانی کرده. همزمان با این مقام های تاجیکستانی با رد این موضوع گفتند که تاجیکستان بر ضرورت گفتگو در مورد مسائل افغانستان در چارچوب سازمان همکاری شانگهای تاکید میکند و با از سرگیری کار گروه تماس سازمان همکاری شانگهای و افغانستان مخالفت ندارد. امارت اسلامی تا اکنون در این باره چیزی نگفته. دادگاه عالی کشور به طول نیوز میگوید فردا یک شنبه عرفه و روز دوشنبه اول عید قربان در کشور است. سخنگوی دادگاه عالی میافزاید اعلام روزهای عرفه و عید قربان بر اساس حکم شرعی صورت میگیرد. این در حال است که عربستان سعودی امروز شنبه را عرفه و فردا یک شنبه را روز اول عید قربان اعلام کرده. دادگاه عالی کشور میگوید که روز یکشنبه عرفه و روز دوشنبه اول عید قربان در کشور است. سخنگوی دادگاه عالی به طلوع نیوز میافزاید که میان افغانستان و عربستان سعودی فاصله زیاد وجود دارد و اعلام روزهای عرفه و عید قربان بر اساس حکم شرعی صورت گرفته است. حنفی فکر که یو مسئله ده اختلاف مسئله کنون، یعنی هر مملکتونه چی سال لیری وی او کلومترون فاصله ترمینز وی داوی لپاره خپل رویت شرط دی، یعنی د سعودي د خلکو لپاره او نږدې چې سعودي ته دي داوی لپاره خپل رویت خپل د میاشتې لیدل شرط دی او پاسپورټ د افغانستان او نورو لیرو مملکتو لپاره بیا خپل لیدل شرط دی. اما عربستان سعودی روز شنبه را عرفه و روز یک شنبه را روز اول عید قربان اعلام کرده است. برخی از عالمان دین نیز پیرامون تفاوت روزهای مذهبی در کشورهای اسلامی دیدگاه های گوناگون دارند. دې جې د وخت په اعتبار سره موږ روژې نیسو، دې جې د وخت په اعتبار سره موږ پېشلمي کوو او قرباني کوو، نو اخترونه به دې جې په اعتبار سره کوو. باقي د عرفې د روژې فضیلت هم چې کوم راغلی دی هغه د دې جې په اعتبار سره دی، نه د سعودي د عرفات او د سعودي د ملک په حساب سره. خپله د موږ علما او هلال کمیټه دا فیصله کوي او فیصله یې کړې ده چې سبا موږ تاسو اختر نه دی بلکې عرفه ده. دې د تشویش خبره نه ده. همزمان سرپرست وزارت ارشاد حج اوقاف نیست که به عربستان سعودی رفته میگوید که همه زائران افغان به میدان عرفه رسیدند. نور محمد ثاقب تاکید دارد که برای سهولت و رهنمایی زائران تدابیر جدی گرفته شده است. مختلف کمیته جوړی دی، لکه د تسکین کمیته ده، د تغذیه کمیته ده، دارنګ د ترانسپورت کمیته ده، د مفقودینو کمیته ده، مختلف کمیته دی په خدمت مختی با نهایت لطف مهربانی و صمیمیت با حجاج همکاری میکنم و الحمدلله تا به همه لحظه مناسک حج به خوبی و خوشی سپری کردیم. سرپرست وزارت ارشاد حج اوقاف همچنان تاکید میکند که برای سپری شدن مراسم حج بیش از 650 تن آموزگار موظف شدند تا زائران را راهنمایی و همکاری کنند. رسیدن عید قربان وزارت داخله از تدابیر شدید امنیتی در مرکز و ولایت های کشور خبر می دهد. سخنگوی این وزارت می افزاید که به تمامی فرماندهان امنی ولایت ها و پایتخت دستور داده شده تا در هماهنگی با وزارت دفاع و ریاست عمومی استخبارات تدابیر شدید امنیتی را روی دست گیرند. وزارت داخله همچنان از شهروندان کشور خواسته تا در روزهای عید اصول و قوانین ترافیکی را در نظر گرفته و از فیرهای شادیانه و پتاقی که باعث برهم زدن نظم و ایجاد وحشت می شود خودداری کنند. به خاطر تأمین امنیت و حفظ آرامش روحی و روانی مردم، رهبری وزارت هدایت داده است که فیرهای شادیانه و همچنان استفاده از پتاقی و سایر مواد آتشزا در ایام عید جدا ممنوع می باشد. اعضای جنبش اعتراضی چمن میگویند که به برخوردهای سرکوب کننده حکومت پاکستان تسلیم نخواهند شد. در این گزارش ببینید. پس از حمله شدید و بازداشت های اعضای جنبش اعتراضی چمن از سوی نظامیان پاکستانی، هنوز هم اعتراض ها از سوی اعضای این جنبش ادامه دارد. ادارات امنیتی پاکستان روز جمعه شماری از باشندگان چمن را که در راهپیمایی های پسین بازداشت کرده بودند آزاد نموده، اما پنج از رهبری این جنبش هنوز هم در بلوچستان زندانی هستند.
برگزار کنندگان کنونی جنبش اعتراضی چمن میگویند که تشدید حملات نظامیان پاکستانی بر مبارزه آنان اثری نخواهد داشت و این جنبش تا رسیدن به خواسته خود به مبارزاتشان ادامه خواهند داد. تا تسلیم ادم نستا مجدا و سرکار توایو پا والله کمی دعا غصات تسلیم که چه در سوج دا شن پاسپورت ختم کرنی چه زمج دا وطن خلق نجو راگلی نی تسلیم ادم پا پسانه خاک نستا. شمار دیگری از اعضای این جنبش میگویند که با آنان برخورد استعمارگرانه صورت میگیرد، اما هیچ کس نمیتواند که مسیر مبارزه آنها را تغییر دهد. مش د استعمار در سپیل الان دی کامی و سومش پلک ندی ادا کری و سوم کمش پلک ادا کری بای زمش در کم سپینجور بلندهی نوی خوار زمش ما شمال بلندهی نوی خوار زمش من دی بدار کم نوی دک پدر رسم ولی و مختبه خامخا تشدید حملات نظامیان پاکستان و بازداشت های اعضای جنبش اعتراضی چمن از سوی سیاستمداران ملیگرا و مذهبی پشتونخوا و بلوچستان به گونه جدی تقبیح شده و از حکومت پاکستان خواستند که به جای خشونت به خواست های اعضای جنبش اعتراضی چمن رسیدگی کند. به ادامه خبر شش خوش آمدید. سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد از تهدید افزایش هجوم ملخ‌ها در مناطق حاصلخیز صفحات شمال کشور هشدار می‌دهد. این سازمان می‌افزاید که زمین‌های زراعتی شمال افغانستان برای دومین سال پیاپی با هجوم ملخ‌ها روبرو شده. با این حال برخی از کشاورزان می‌گویند به علت هجوم ملخ‌ها حاصلات کشتزارهایشان از بین رفته. نمونه ای از هجوم ملخ‌ها در یک بخشی از زمین‌های کشاورزی در ولایت شمالی کندوز. کشاورزان در این منطقه می‌گویند که ملخ‌ها زمین‌های کشوده آنها را تخریب کرده و آنها نیز توانایی جلوگیری از ملخ‌ها را ندارند. دا هوګر سره توان دی خو چې شروع وکړه ملچری وخړی وخړی دا سیمه متخبل ویني چې خلاص وسو. وسه په پاسل شروع کړه دا پاسل چې اوخري اوخري بیا په شته شو کېږي پیاز او ترکاری او شوتله او ونه امغه شوی نه راته خوري نور په پاته چی شي تک شه دوه چنجو شروع په کړه دا اعلان پسی وي. این کشاورز همچنین از نهادهای مددرسان و از مسئولان میخواهد که برای جلوگیری از تخریب بیشتر زمین کش شدهش به وی همکاری کنند. ما دلته شل جریبه مځکه چې کرلې ده و سیراته یول سیریبه وهلې ده نه جریبه پاته ده شل مانه می غنم کرلې دي اته مانه موربش کرلې دي پدې کې نو دا چې خلاصې پاسل چې موري بیا بچو ته چی شور کو ده کم ځای پیدا کو. در همین حال مسئولان وزارت زراعت آبیاری و مالداری و سازمان خاروبار ملل متحد برای بررسی و داروپاشی مناطق حاصلخیز زیر تهدید ملخ به شمال کشور رفتند. سازمان خاروبار ملل متحد هشدار می‌دهد که در دومین سال متواتر مناطق حاصلخیز شمال کشور به علت هجوم ملخ‌ها در معرض تهدید قرار دارند. دو یا سه روز پیش این یک مزرعه گندم بود که گندم در آن به خوبی رشد میکرد و اکنون ملخ‌ها حتی ملخ‌های جوان سن اول دوم حتی ملخ‌های بالغ کامل اینجا آمده و همه چیز را برداشتند. این غذای یک خانواده را تامین میکند. درآمد یک خانواده برای چند ماه آینده و حالا از بین رفته است. نماینده سازمان خاروبار سازمان ملل متحد همچنین تاکید می‌ورزد که برای رسیدگی به هجوم ملخ‌ها در زمین‌های کشاورزی باید تلاش‌های بیشتر صورت بگیرد. بر بنیاد اطلاعات سازمان خاروبار کشاورزی سازمان ملل متحد، افغانستان در حال حاضر یک کشور فقیر است و به علت متاثر شدن اقتصاد در این کشور، بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان برای ادامه زندگی به کمک‌های بین‌المللی متکی هستند. پایان خبر شش تا دقایق دیگر در فراخبر برمی‌گردد.